پیشبازی پرسپولیس مثل کرمان، تثبیت صدرنشینی قبل از تعطیلات. پرسپولیس در بازی با مثل کرمان به دنبال قطعی کردن صدرنشینی در لیگ قبل از تعطیلی طولانی مسابقاته. دو تیم در شرایطی به مسافه یک دیگر میرن که پرسپولیس در صورت گرفتن 3 امتیاز این مسابقه به هیچ عنوان نگران جایگاهش در جدول نیست و با صدرنشینی به استقبال تعطیلی لیگ میره. شاگردای یحیی گل محمدی به دنبال اینن که همونطور که مثل رفسنجانو در تهران شکست دادن، 3 امتیاز بازی با دیگر تیم مسی لیگ برتر که هفته گذشته دومین بردشو در بازگشت به لیگ برتر به دست آورده رو هم بگیره. البته که باشگاه کرمانی چند روز قبل در اطلاعیه‌ای برای حریفش کری خونده و نوشته اذیت کردن تیمای پرستاره رو خیلی خوب بلده. نکته آماری، در 16 مسابقه قبلی دو تیم سهم پرسپولیس 5 برد و سهم مثل کرمان 4 پیروزی بوده و 7 مسابقه دو تیم هم به تساوی رسیده. نتیجه هفته گذشته، پرسپولیس با 1 گل ملوان رو شکست داد روی تک گل یورگن لوکادیا و مثل کرمان هم با 2 گل از سد صنعت نفت آبادان گذشت. وضعیت در جدول، پرسپولیس 21 امتیازی در صدر جدول قرار داره و مثل 9 امتیازی تیم 13 پرسپولیس و مثل کرمان در حالی روز پنجشنبه ساعت 17 برای 17 بار مقابل یکدیگر قرار میگیرند که نزدیک به 463 هفته از آخرین رقابت دو تیم میگذره. مسابقه ای که در جریان اون مثل کرمان با هدایت پرویز مظلومی به تیمای پیوست که برابر سرخپوشان شکست 6-0 رو تجربه میکنه. حالا شاگردای حسین خانی قصد دارن تیم پرسپولیس رو در ورزشگاه آزادی متوقف کنن، اما کار سختی رو پیش رو دارن. میلاد سرلک با رفع مصونیت میتونه تیمش رو در این بازی همراهی کنه. سیامک نعمتی و احمد گوهری هم تستشون منفی شده و مشکلی برای همراهی سرخپوشان تو این بازی ندارن. علاوه بر اینا، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس به علت ابتلا به ویروس کرونا قادر به همراهی تیمش تو این بازی برابر تیم مثل کرمان نیست. پرسپولیس تو 6 هفته اخیر 4 پیروزی، 1 تساوی و 1 شکست داشته. بر اساس سابقه دو تیم تو این بازی مالکیت توپ بسیار بالای پرسپولیس پیش بینی میشه. طبق آمار متریکا، پرسپولیس یکی از بهترین تیمای لیگ در فوتبال مالکانه است و در تعداد پاس، درصد مالکیت توپ و دقت پاس جزو دو تیم اول لیگه. مثل کرمان هم در تعداد پاس، درصد مالکیت توپ و دقت پاس بدترین تیم لیگه. این تیم اما بهترین تیم لیگ در دقت شوته. کمال کامیابی نیا و امین اسدی دو بازیکن از دو تیم هستند که سابقه عضویت در تیم مقابل رو دارن. محمد ستاری و محمد قاسمی نژاد دو بازیکن مثل کرمانن که تجربه همکاری با یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس رو دارن. در اتفاق بی سابقه در لیگ 22 پرسپولیس تموم بازیکنای خودشو برای بازی با مثل کرمان در اختیار داره. میلاد سرلک و حامد پاکدل آخرین بازیکنایی بودن که شرایط بازی کردن رو به دست آوردن. داور این مسابقه هم عباس راکیه. این داور 2 بازی فقط تو این فصل سود زده. این داور که 3 فصل در لیگ برتر قضاوت میکنه، برای اولین بار قاضی دیداری در ورزشگاه آزادی خواهد بود. قطعاً هم میدونید دیگه، رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی به هفته 11 خودش رسیده که بعد از برگزاری این هفته مسابقات به دلیل برگزاری اردوی تیم ملی به منظور آماده سازی جهت حضور تو جام جهانی تعطیل و لیگ دچار وقفه‌ای تقریباً هلوهوش 40 روزه خواهد شد. بعد از تموم شدن جام جهانی هم پرسپولیس در آغاز لیگ و بعد از جام جهانی باید به مسافه رقیب سنتی خودش یعنی استقلال بره و این بازی، یعنی بازی با مثل کرمان، دیدار پیش از دربی محسوب میشه. امیدواریم که بازی خوب و جذابی رو و البته پرگلی از سوی هر دو تیم شاهد باشیم. پس شد هفته 11 لیگ برتر، پنجشنبه 5 آبان ماه، پرسپولیس مثل کرمان، ساعت 17.